ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. و همین کارگرها و همین بچه های کارگرها بودن. بسیج کارخانه چرا عازم بشین به جفه چی کار میکردین قبلا؟ قبلا وجود توی کشاورزی چند سالتونه؟ 23 سال. قبلا چی کار میکردین؟ لبنیات. چند وقت در پل مدن رفتون کشاورز؟ حاج آقا شما هم از کدوم حوزه هستی؟ بنده هم از حوزه مشهد هستم، از مدرسه سلیمانی. شهدا مایه رونق حیات معنوی اند در کشور. شهدا تا هستن با تن خودشون دفاع میکنن، حرکت مادیشون در خدمت اسلام، در خدمت جامعه اسلامی است، یعنی به سمت آرمانها حرکت کردن، عدم توقف. وقتی میرن با جان خودشون، ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم الله القاتل الجبارين، يا علي يا علي، یگانات ابلاغ کن، خدا حافظت باشه. وقتی میرن معنویتشون، صداشون تازه بعد از رفتن بلند میشه، نطق شهدا بعد از شهید شدن باز میشه. پیامی دارم، پیامی دارم. هر کشوری قیامش روی مکتب بود فیروز شد. ما گوشمون سنگین این پیام ها رو درست نمیشنویم. اگر به ما بشنوانن این پیام ها رو، ما دیگه این گرایش به کفر و الحاد و اینها از بین ما رخت برخواهد بست. جنگیدن در راه خدا خستگی نمیاره. اگر بریم خسته میشیم با مردم حرف میزنن. بالذین لم یلحقوا بهم، با ماها دارن میگن. مخلص ترین صوت عام در گوش شما وجود داره. مثل این صدا جادوگر آمریکا که تا حالا سعی کرده که بشکونه کمن اقتصاد ما و نگذارید این منافقین خارجی و داخلی در میانه ما رخنه کنن. کوب سازش حرام. خدا کمکش رو به کسایی میده که مطیع امر ولی امر خدا باشه. و این مبارزه ما هیچ و پایان پذیر نیست و ادامه داره. عزیزان من، بدانید امروز هم پیام شهیدان اگر به گوش ما برسه، از ما خوف را و حزن را برطرف خواهد کرد. مهم اینه که ما بشنویم این صدا، بشنویم این صدا، بشنویم این صدا.